خب حالا یه نگاهی هم بکنیم به این پراپرتی هایی که امیتر داره. توی سل کنترل در واقع شما چیزهایی رو ببینید که مربوط به این شکل پارتیکل اصلیتون هستن. سل به معنای سلول توی موشن همون سلول پارتیکل شماست، یعنی همون چیزی که اصل پارتیکلتون رو تشکیل میده، مثل سلولای بدن آدم. خب ما یه برت ریت داریم که قبلا دیدینش، یه برت ریت رندوم داریم اگه بخواین یه مقدار رندوم توی تولید اونها داشته باشیم، یه اینیشیال نامبر داریم. مثلا اگه بگم سی باشه اینیشیال نامبرم، تو لحظه اول 30 تا پارتیکل امیت میشن همونطور که شما دیدین، اولین لحظه و اولین فریم پارتیکل ها هستش. من اینجا چون نیاز ندارم رو همون صفر میذارم. لایف که قبلا دیدیم زمان زندگی پارتیکل هاست، رندومینس ایجاد بی‌نظمی توی اون هاست. مثلا الان همه اینا تو یه جا میمیرن، من میخوام یه خورده بهشون مثلا 10 فریم بهشون رندوم بدم. بعضیشون 10 فریم زودتر میمیرن، بعضیشون 10 فریم دیرتر میمیرن، یعنی 20 فریم الان تفاوت هست بین مرگ بعضی از پارتیکل ها با پارتیکل های دیگه. اسپید قبلا دیدیم، رندوم اسپید همون چیزی که بهشون بی‌نظمی میده. مثلا من میگم 25، بعضیشون 75 سرعتشون، بعضیشون 125. انگل چرخش این دونه هاست. اگه من مثلا اینجا بگم سی، این پارتیکل ها 30 درجه میچرخن تو حین امیشن. شاید یه خورده اگه بیشترش کنم بهتر دیده بشه، مثلا 150. همطور که میبینید میچرخن پارتیکل ها توی حین ایجاد و امیشن. باز یه رندومینس هم داریم، مثلا 90 درجه هم رندوم داشته باشن، که همطور که میبینید اینجا چرخش رو بیشتر مشخصه. یعنی منظورم اینه که صاف اینطوری از امیتر بیرون نمیاد، یه مقدار زاویه دارن. یه اسپین دارین که چرخش بعد از امیت شدنه، یعنی اگر انگل ما اینجوری باشه که فرضاً ما اینجا این دونه رو داریم، انگل ما همونطور که شما اینجا ببینید میگه اینجوری صاف به این شکل نیام بیرون، با زاویه بیام بیرون. اما اسپین به نرم افزار میگه که تو حین حرکت بچرخن. مثلا من اینجا ممکنه بگم که تو حین حرکت 60 درجه چرخش داشته باشن، همطور که شما می‌بینید میچرخن توی محور خود، در حول محور خودشون. باز رندومینس هم همینطور 30 درجه من میزنم، بعضیشون 90 درجه میچرخن، بعضیشون 30 درجه. یه ادیتیو بلند ما اینجا داریم که قبلا دیدیمش. من کالر مود رو اول توضیح میدم بعد میریم سراغ ادیتیو بلند. کالر مود ما اینجا اوریجیناله، یعنی دقیقا از همون رنگ اصلش استفاده کن. کالرایز میگیم رنگش بکن، و حالا اگر بیام دوباره اینجا مثلا از رنگ قرمز ممکنه من بخوام استفاده بکنم، یا قرمز تر حداقل، نارنجی مثلا، پرتقالی. و حالا اگر ادیتیو بلند رو بزنم، جاهایی که اینها روی هم میفتن رنگشون روشنتر میشه، یعنی روشنی رنگشون ترکیب میشه با هم، همون چیزی که ما توی فرمت اد داشتیم، توی بلندینگ مود اد. یه اوورلایف ما داریم که با یه گرادیان مشخص میشه. مثلا من میگم اولی که پارتیکل ها به دنیا اومدن قرمزن، یا اول اجازه بدید مثل شعله مثلا بگیم آبی خیلی تیرن، یا حالا خب حالا شاید خیلی هم تیر نباشن، و در نهایت رنگشون آبی خیلی روشنتریه. حالا شما اگر اینجا رو ببینین، اولی که اینها به وجود میان، اجازه بدید من رندوم ها رو از بین ببرم که ما یه مقدار راحت تر بتونیم تصمیم بگیریم در مورد چیزی که میبینیم. اولی که به دنیا میان کاملا با این رنگ به دنیا میان، و وقتی میمیرن با این رنگ میمیرن.
یه دونم پیک فرام کالر رنج داریم، یعنی شما یه رنج رنگی انتخاب میکنید. مثلا من ممکنه بگم اینجا یه رنگ مثلا سفید تری بهش بدم، یه رنگ سبز تری بهش بدم، و از بین این دامنه رنگی حالا پارتیکل ها رو انتخاب میکنه. ما این اینترپولیشن و لوکیشنی که اینجا داریم عین همون چیزی که ما توی گرادیان داشتیم. یه دونه ما اینجا شو پارتیکلز از داریم که قبلا دیدیم که مثلا میتونن پوینت باشن. حالا میتونیم یه پوینت ها رو بزرگتر بکنیم که بیشتر شبیه باشن اون چیزی که میخوایم، و حالا بقیه عناوینی که قبلا توضیح دادم براتون. توی قسمت بعد در مورد خود سل صحبت میکنیم، در مورد خود سل بیشتر صحبت میکنیم.